سکورو تازاکی بی رنگ و سالهای زیارتش نوشته هاروکی موراکامی ترجمه امیر مهدی حقیقت با صدای هلیا مقصودی قسمت چهار رو. همان روزی که سکورو آکارا دید ساعت هفت شب به آپارتمانش در توکیو برگشت. چمدانش را خالی کرد. رخت های چرک را توی ماشین لباسشویی انداخت. دوش گرفت. بعد به موبایل سارا زنگ زد. تلفن سارا رفت روی پیغام گیر. سکرو برایش پیام گذاشت. گفت که همین الان از ناگویا برگشته و سارا خواست هر وقت توانست با او تماس بگیرد. تا بعد از ساعت یازده صبر کرد ولی سارا زنگ نزد. سارا فردا که سه شنبه بود زنگ زد. وقتی سکرو در کافتریای محل کارش ناهار میخورد. سارا پرسید ناگویا همه چی خوب پیش رفت؟ سکرو بلند شد رفت توی راه رو که ساکتتر بود. خلاصه حرفهایش با آو و آکارا تعریف کرد. دیدارهایش در نمایشگاه لکسوس و دفتر آکا به ترتیب در روزهای یک شنبه و دوشنبه. سکرو گفت خوشحالم که تونستم باهاشون حرف بزنم. تونستم یکم بهتر بفهمم به چی شده. سارا گفت چه خوب پس وقت تلف کردن نبود. میتونیم یه جا همدیگر رو ببینیم؟ میخوام همه ی حرفایی رو که زدیم برات بگم. یک دقیقه لطفا اجازه بده بذار برنامه هامو نگاه کنم. مکسی پانزده ثانیه ای. سکرو در مدتی که منتظر بود از پشت پنجره به خیابانهای شینجوکو خیره ماند. ابرهای گرفته آسمان را پوشانده بود و هوا هوای باران بود. سارا پرسید پس فردا شب آزادم. برات خوبه؟ خوبه. شام بخوریم. لازم نبود سکرو برنامه خودش را نگاه کند. تقریبا هر شبش خالی بود. سر رستوران به نتیجه رسیدند و قطع کردند. سکرو بعد از اینکه گوشی را گذاشت احساس کرد حالش بد شده. دلش آشوب شده. انگار غذایی خورده باشد و سر دلش مانده باشد. تا پیش از حرف زدن با سارا این حال را نداشت. از این بابت مطمئن بود ولی نمیدانست معنیش چیست یا اساساً معنی دارد یا نه. سعی کرد گفتگویشان را دوباره در ذهنش مرور کند به دقت هرچه تمامتر. تمام تر. تا جایی که به یاد می آورد چیزهایی را که گفته بودند لحن سارا را مکس کردنش را ظاهرا هیچ چیزی غیرعادی نبود گوشی را گذاشت توی جیبش و برگشت به کافتریا که ناهارش را تمام کند ولی دیگر اشتها نداشت بعد از ظهر آن روز و تمام روز بعدش سکرو همراه دستیاری تازه وارد از چند ایستگاه قطار که نیاز به پله برقی داشتند بازدید کرد. دستیار در اندازه گیری ها کمکش کرد و سکرو نخشه های دفتر را یک به یک با ابعاد واقعی مقایسه کرد و چند مورد خطا و ناهمخانی پیدا کرد. این ناهمخانی ها ممکن بود دلایل مختلفی داشته باشند ولی فعلا مهمترین بود که پیش از شروع بازسازی نقشه های دقیق و قابل اعتمادی تهیه شود اگر بعد از شروع خطا پیدا میشد دیگر کار از کار گذشته بود انگار سربازهای جنگی با اعتماد به نقشه اشتباه وارد سرزمینی بیگانه بشوند. اندازه ها را که می پیش رئیس ایستگاه می تا درباره مشکلات بلقوهی که ممکن بود در طول بازسازی ایجاد شود حرف بزنند. تغییر جای پله برقی ها ترکیب کل ایستگاه را عوض می کرد که به نوبه خود روی جریان حرکت مسافرها هم اثر می گذاشت. برای همین، ناگزیر باید خاطر جمع می شدند که از نظر ساختاری می توانند این تغییرات را لحاظ کنند. امنیت مسافر همیشه اولویت اول بود. ولی باید از این بابت هم مطمئن می شدن که با ساختار جدید و نقشه جدید کارکنان ایستگاه هم برای انجام وظایفشان به مشکل بر نمی خورند. کار سکرو این بود که همه این موارد را یک جا در نظر بگیرد. طرح بازسازی مناسبی پیشنهاد بدهد و روی نقشه پیاده کند. فرایندی دقیق و طاقت فرسا بود و در عین حال حساس چون که پای ایمنی آدم ها وسط بود. سوکورو همیشه سر صبر کار می کرد و موفق می شد از پس کل کار بر بیاید. نقطه قوتش دقیقا همین بود. تشخیص هر گونه مشکل، تهیه فهرست کارهای لازم و اطمینان کامل از انجام شدن تک تک موارد. برای کارمند جوان تازه وارد و بی تجربه هم فرصت فوقلادهی بود که راه و چاه کار را در محل یاد بگیرد. این کارمند که اسمش ساکاماتو بود به تازگی از دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه فارغ و تحصیل شده بود. جوانی بود کم حرف با صورتی کشیده و بی لبخند که توصیه ها را خوب گوش می کرد و سریع هم یاد می گرفت. وقت اندازگیری هم از خودش مهارت نشان داد. سکرو فکر کرد این یکی ممکن است به کار بیاید. در یک ایستگاه قطارهای تند رو یک ساعتی را با رئیس ایستگاه گذراندند و جزئیات پروژه بازسازی را مرور کردند. وقت ناهار بود. ظرفهای ناهار یک نفر سفارش دادند و در دفتر رئیس ایستگاه با هم خوردند. بعد هنگام صرف چای کمی گپ زدند. رئیس ایستگاه که مرد میان سال خپل و خوشرویی بود از تجربه های سالیان کارش در ایستگاه حکایت های جالبی برایشان تعریف کرد. سکرو عاشق این بود که سر پروژه ها از این دست داستان ها بشنود. گفتگو به اشیای گم شده کشید. به انبوه عظیم اشیای گم شده و پیدا شده توی قطارها و ایستگاه و چیزهای نامعمول و عجیب و غریبی که بینشان پیدا میشد. خاکستر جسدهای سوزانده شده، کلاگیس، پای مصنوعی، دستنویس یک رمان، رئیس ایستگاه تکه کوتاهی از آن را خوانده بود و حوصلش سر رفته بود. پیراهن خونی به دقت تا شده ای در یک جعبه یک چالمار زنده چهل تار عکس رنگی از اعضای بدن یک زن یک گانگ قابچوبی از آنها که کشیش های بودایی وقت خواندن سوت را بهشان میکوبند رئیس ایستگاه گفت پس وقتا آدم میمونه با این چیزا چی کار کنه. یکی از دوستام که رئیس یک ایستگاه دیگه است روزی گزارش داد که یک کیف دستی زنانه چمدونی پیدا شده که توش یک جنین مرده بوده. خوشبختانه من هیچ وقت همچین تجربه ای نداشتم. ولی یک بار موقعی که رئیس یک ایستگاه دیگه بودم یه نفر دو تا انگشت دست توی ظرف فرمالده ای تحویل داد. سکرو گفت این دیگه واقعا عجیب و مسخره است. آره قطعا همینطوره. دو تا انگشت کوچولوی شناور توی محلول. داخل یه شیشه کوچیک شکل شیشه مایونز. شیشه توی یک ساک پارچه‌ای خوشگل بود. انگار انگشتای یک بچه رو از ته بریده بودن. طبعا با پلیس تماس گرفتیم چون فکر کردیم ممکنه پای جرم و جنایت وسط باشه. پلیس هم زود سر رسید و شیشه رو برد. رئیس ایستگاه یک جرعه از چایش را خورد. یک هفته بعد همون معمور پلیسی که انگشتا رو برده بود برگشت. از کارمند ایستگاه که شیشه رو توی دستشویی پیدا کرده بود دوباره بازجویی کرد. من سر بازجویی حاضر بودم. پلیس گفت انگشتای توی شیشه انگشتای بچه نبوده. آزمایشگاه پزشکی قانونی به این نتیجه رسیده بود که انگشتای آدم بزرگه. حالا چرا اینقدر کوچیک بودن؟ چون زائده های انگشت ششم بودن. پلیس گفت بعضی آدما انگشت اضافه دارن. بیشتر وقتا پدر مادرها میخوان از نقص خلقت بچهشون خلاص بشن. برای همین تا بچه هنوز نوزاده میدن انگشتا رو قطع میکنن. ولی بعضی ها هم هستن که بزرگ شدن و هنوز هر شیشتا انگشت رو دارن. انگشتای پیدا شده از همین انگشتا بود. انگشتای یک آدم بزرگ که داده بود جراحی کنن و بعد توی فرمالدهید انداخته بود. تخمین آزمایشگاه این بود که انگشتای یک مرده. حوالی 24 5 تا 34 5 سال. ولی نمیدونستن از قطع انگشت ها چند وقت گذشته. نمیفهمم چطور توی دستشویی ایستگاه جامونده بود. شایدم دور انداخته بودن. ولی ظاهرا جرم و جنایتی در کار نبود. آخر سر پلیس انگشتا رو نگه داشت و هیچ کس هم سراغشون رو نگرفت. تا جایی که من میدونم هیچ بعید نیست انگشتا هنوزم یه جایی توی انبار پلیس افتاده باشه. سوکورو گفت: چه داستان غریبی. چطور طرف انگشتای شیشمش رو تا بزرگی نگه داشته بعد یهو به سرش زده قطعشون کنه رئیس ایستگاه گفت اصل معما باقی مونده با این حال این ماجرا علاقمندم مندم کرد که تا و توی این پدیده رو در بیارم. اصطلاح فنیش هایپر داکتیلیه. در تاریخ کلی آدم معروف شیشنگشتی بودن. معلوم نیست درست باشه یا نه ولی شواهدی هست که های دیوشی تویوتومی رهبر معروف دوره سنگوکو هم دو تا 60 داشته. چند تا نمونه دیگه هم هست. یه پیانیست معروف بوده که همین وضع داشته. توی شش انگشتیا رمان نویس پیدا میشه، نقاش پیدا میشه، بازیکن بیسبال پیدا میشه. در ادبیات هانیبال لکتر سکوت بره ها تا انگشت داشته. اصلا غیر عادی نیست. در دنیای ژنتیک انگشت شیشم یک صفت غالبه. در نژادهای مختلف چند تا گونه مختلف وجود داره ولی سرجم از هر 500 نفر یه نفر شش انگشتی به دنیا میاد. ولی گفتم بیشتر پدر مادرها قبل از یک سالگی بچه ها میدن انگشتای اضافیشون رو بردارن. یعنی وقتی که بچه ها حرکات ظریف و یاد می گیرن. اینه که ما به ندرت به کسی با این وضعیت برمیخوریم. خود منم ندیده بودم. و تا وقتی اون شیشه توی ایستگاه پیدا شد هیچ وقت چنین چیزی نشنیده بودم. سکرو گفت ولی بازم عجیبه. اگه انگشت شیشم صفت قالب ژنتیکیه باید بیشتر از اینا از اینجور آدما ببینیم. چرا نمیبینیم پس؟ رئیس قطار سرش را کچ کرد. نمیدونم عقلم به این مسائل پیچیده قد نمیده. ساکاماتو که نهار را با آنها خورده بود برای اولین بار حرف زد. آهسته و مردد. انگار سنگ بزرگی را از دهنه قاری بغلتاند کنار. گفت اگه از نظر شما ایرادی نداره یه چیزی بگم. سکرو جا خورده گفت حتما ساکاماتو از آن جوانهایی نبود که جلوی دیگران اظهار نظر کند. حتما بگو. آدما معمولا از کلمه قالب اشتباه برداشت میکنن. حتی اگر یک صفت مشخص ژنتیکی غالبم باشه معنیش این نیست که در کل جمعیت شایع. چندین اختلال نادر هست که از نظر ژنتیکی ژن جن غالب حساب میشه ولی شایع نیست. خوشبختانه بروز این موارد در جمعیت درصد ثابتیه و اختلالات نادر باقی میمونند. غیر از ژن غالب چندین و چند عامل دیگه هم هستند که در میزان شیوع یک صفت تاثیر میذارن. بقای اصله، انتخاب طبیعی و چیزای دیگه. نظر شخصی من اینه که شش تا انگشت برای آدم واقعا زیاده. برای کاری که دست باید بکنه پنج تا انگشت کافیه. پنج کاراترین عدده. حتی اگه شیشنگشت انگشت جن قالب هم باشه در دنیای واقعی اقلیت کوچیکی رو تشکیل میده. میشه اینجور گفت که قانون انتخاب طبیعی ژن غالب رو مغلوب میکنه. ساکاموتو بعد از این سخنرانی طولانی ساکت شد و عقب نشست. سوکورو گفت حرف معقولیه فکر کنم اینکه نظام شمارشی در دنیا از دوازده دوازدهی به دهدهی رسیدم بی ارتباط با همین نکته نبوده. ساکاموتو گفت بله حالا که بهش اشاره کردین اعداد و ارقامم ممکنه نتیجه واکنش به همین قضیه شیشنگشت و پنجنگشت بوده باشه. سکرو از ساکاموتو پرسید ببینم شما اصلا این همه اطلاعات از این موضوع رو از کجا داری؟ توی کالج درس ژنتیک برداشتم. کم و بیش از روی علاقه شخصیم. صورت ساکاموتو گل انداخت. رئیس ایستگاه خنده سرخوشانه کرد. خب پس حتی الانم که توی شرکت راهن کار میکنی درس ژنتیک خوندی به درد میخوره. پس فکر کنم زیادم نباید به درس خوندن اخ و پیف گفت نه؟ سکرو رو کرد به رئیس ایسگاه. ولی قاعدتا برای پیانیستا شیشت انگشت خیلی به کار میاد. رئیس ایسگاه گفت از قرار معلوم نه. یه پیانیست شیش انگشتی گفته که انگشت اضافی مزاحمه. همون جور که همین الان آقای ساکاموتو گفت احتمالا در توان آدمی زاد نیست که هر شش تا انگشت رو به یک اندازه و آزاد تکون بده. شاید عدد درستش همین پنج باشه. سوکورو پرسید پس اصلا شیش انگشت داشتن فایده ای هم داره؟ رئیس ایسگاه گفت تا جایی که من میدونم در اروپای قرون وسطا فکر میکردن آدمای شیشانگشتی جادوگر و صاحرن. می میبستنشون به چوب و میسوزوندنشون. در دوران جنگ های سلیبی هم یک کشوری بوده که توش هر کی شیشتا انگشت داشت کشته میشد. راست و دروغ اینا رو نمیدونم. توی جزیره بورنئو هم با بچه های شیشنگشتی به چشم شمن های شفا بخش قیب رفتار می کنن. البته شاید نتونیم زیاد به این بگیم فایده. وقت نهار تمام شد و گفتگویشان هم. سوکورو بابت ناهار از رئیس ایستگاه تشکر کرد و با ساکاموتو به دفتر کار برگشت. همانطور که روی نقشه ها چیزهایی یاد داشت می کرد، ناگهان یاد حکایتی افتاد که هایدا برایش تعریف کرده بود. سالها پیش درباره پدرش. داستان پیانیست جزی که در مهمانسرایی سرایی در دل جنگل اوویتا اقامت داشت و پیش از اینکه پیانو بزند کیسه ای پارچه ای را روی پیانو گذاشته بود. یعنی ممکن بود توی آن کیسه انگشت ششم چپ و راست بوده باشد. در یک شیشه محلول فرمالدهید. شاید او به دلایلی صبر کرده بود بزرگ بشود و بعد داده بود انگشت ها را قطع کنند و همیشه هم این شیشه را با خودش این و آنور می برد. آن وقت هر بار درست پیش از اینکه به نوازد انگشت ها را روی پیانو میگذاشت مثل یک تلس. البته این یک گمان محض بود. پایه و اساسی نداشت آن اتفاق هم بیشتر از چهل سال پیش افتاده بود تازه اگر واقعا اتفاق افتاده بود با این همه هرچه سکرو دربارش بیشتر فکر کرد بیشتر به نظرش رسید که این تکه پازل جای خالی داستان های دارا پر می کند سکرو تا شب سر میز طراحیش نشست. مداد به دست غرق در این فکر. روز بعد به دیدن سارا رفت. به اغزی فروشی کوچکی در هیرو در جایی پرد. سارا متخصص پیدا کردن کافه های دنج در همه جای توکیو بود. پیش از اینکه غذا بخورند سکر رو برایش تعریف کرد که چطور دو دوست قدیمش را در ناگویا دیده و درباره چه چیزهایی با هم حرف زدند سختش بود خلاصه کند این شد که طول کشید تا از سر تا ته داستان را برای سارا نقل کند. سارا به دقت گوش می کرد. هر حرفش را میبرید و سوالی می کرد. پس شیرو به بقیه گفته بود که اومده توکیو شب به آپارتمان تو اومده چیز خورش کردی و بعدش آره همینو گفته بوده همه چیزو هم مو به مو تعریف کرده خیلی واقعی با اینکه خیلی هم درونگرا بوده و هیچ وقت از این حرفای این مدلی نمی زده. به گفته آو آره. سارا پرسید شیرو گفته بوده تو دو تا چهره داری؟ گفته بوده من یک چهره سیاه پنهان دارم. یه شخصیت زوار در رفته که با چیزی که بقیه ازم میشناسن به کلی فرق میکنه. اخمهای سارا رفت تو هم و مدتی به این حرف فکر کرد. این حرفا تو رو یاد چیزی نمیندازه. یعنی هیچ وقت هیچ وقت اصلا و ابدا هیچ جور لحظه نزدیک و خاصی بین تو و شیر و نگذشته بوده. سکر رو سرتکان داد. هیچ وقت. حتی یک بار. همیشه حواسم بود نذارم چنین اتفاقی بیفته. همیشه حواست بود. سعی می کردم به چشم جنس مخالف نبینمش. تا جاییم که میشد سعی می کردم باهاش تنها نمونم. سارا لحظه چشمها را تنگ و سرش را کج کرد. به نظرت بقیه جمعم همینقدر حواسشون بود؟ در واقع میخوام بپرسم هیچ کدوم از پسرا دخترا رو به چشم جنس مخالف نمیدیدن یا برعکس؟ من نمیدونم بقیه ته دلشون چی فکر میکردن. ولی گفتم که یه جور قرار ناگفته بین ما بود که نذاریم رابطه مزکر معنیس بخشی از هویت گروه بشه. سرشم خیلی جدی بودیم. ولی این غیر طبیعی نیست. اگه دخترها و پسرها توی اون سن و سال با هم دوست صمیمی بشن و مدام با هم باشن کاملا طبیعیه که کم کم به هم متمایل بشن. من دلم میخواست دوست دختر داشته باشم. دلم میخواست فقط خودم با دوستم قرار بذارم برم بیرون. درست مثل هر آدم دیگه ای. اگرم میرفتم از بیرون جمعمون دوست دختر میگرفتم هیچ کس جلومو نمیگرفت ولی اون روزا این جمع از همه چیز زندگی مهمتر بود تقریبا به فکرمم خطور نمی کرد که برم بیرون و با کس دیگه ای باشم. چون اونجا یه هماهنگی بینظیر پیدا کرده بودی سکرو سر به تایید تکان داد. با اونا که بودم خودم و یک جزء کنار نگذاشتنی از کل می دیدم. حال خاصی بود که هیچ جای دیگه نمیتونستم پیدا کنم. سارا گفت همینم بود که همتون مجبور بودین چشمتون روی هر جور میل قریزی ببندین. برای اینکه هماهنگی پنج نفرتون به هم نخوره که حلقه بی ای با ایرادتون از هم نپاشه همینطوره حالا که به اون موقع نگاه میکنم میتونم ببینم که یک جای کار غیر عادی بوده ولی اون روزا ما از این طبیعی تر چیزی نمیدیدیم هنوز توی دوره نوجوانی بودیم و همه چیز رو برای اولین بار تجربه میکردیم هیچ راهی نبود که بتونیم موقعیتمون رو اینجوری بیطرف و از بیرون ببینیم به عبارت دیگه شماها توی بیعیب و نقصی حلقه گیر افتاده بودیم میتونی اینجوری ببینی سکرو رو دربارش فکر کرد. شاید همین طور باشه. ولی خوشحال بودیم که گیر افتاده بودیم. پشیمونم نیستم. حتی حالا هم نیستم. سارا گفت چه جاله؟ سارا مشتاق شنیدن ماجرای ملاقات آکا با شیرو در هاماماتسو هم بود. شش ماه پیش از قتل شیرو. گفت البته این فرق میکنه ولی یاد همکلاسی دبیرستانم هم افتادم. دختر خوشگل بود و خوشقد و بالا. از یه خانواده پولدار. مدتی هم خارج از کشور بزرگ شده بود و انگلیسی و فرانسش عالی بود. شاگرد اول کلاس بود. هر کاری میکرد همیشه توی چشم بود. همه بهش احترام میذاشتن. محبوب شاگردای کوچیکتر بود. ما دبیرستان دخترانه خصوصی می رفتیم. برای همین این جور ستایش های سال پایینیا ممکن بود خیلی افراتی باشه. این هم کلاسیم رفت دانشگاه شیشین. یه دانشگاه دخترانه معروف خصوصی. دو سالم خارج از کشور فرانسه خوند. چند سال بعد که برگشت دیدمش. وقتی دیدمش هاج و واج موندم. نمیدونم چطوری بگم ولی انگار رنگش کم شده بود. مثل چیزی که مدت درازی زیر آفتاب تند بمونه و رنگش بپره. خیلی شبیه قبلش بود. هنوز خوشگل و خوشندام. ولی رنگ پریده تر بود و بیحال تر از قبل. این حال به من دست داد که انگار باید کنترل تلویزیون رو بردارم و رنگ تصویر رو بیشتر کنم. تجربه غریبی بود. سخت بود مجسم کنی یه آدم فقط ظرف چند سال بتونه اینجور به وضوع تحلیل بره. سارا غذایش را تمام کرده بود و منتظر لیست دسر بود. زیاد با هم صمیمی نبودیم. ولی چند تا دوست مشترک داشتیم برای همین هرازگاهی بهش بر میخوردم. هر بارم میدیدمش باز یه کم کم رنگ تر شده بود. از یه جایی به بعد همه دیدن که دیگه خوشگل نیست. جذاب نیست. انگار هوششم کمتر شده بود. از هر چی حرف میزد حوصله آدما سر میرفت. نظراش کهنه و پیش پا افتاده بود. سر بیست و هفت سالگی ازدواج کرد. شوهرش یک کل گنده دولتی بود. یه آدم که داد میزد سطحی و ملال آوره. ولی این دختر انگار نمیفهمید که دیگه خوشگل و جذاب نیست و گذشته اون دورانی که توجه آدما بهش جلب میشد. هنوز جوری رفتار میکرد انگار ملک است. تماشای چنین چیزی واقعا رقت بود. لیست دسر رسید و سارا به دقت خواندش. تصمیمش را که گرفت لیست را بست و گذاشت روی میز. دوستاش کم کم دیگه سراغش نرفتن. دیدن وضعش خیلی دردناک بود. شاید نمیشد گفت از دیدنش درد میکشند بیشتر یه جور ترس بود ترسی که بیشتر زنا دارند ترس از اینکه از اوج جذابیت افتاده باشی و حالیت نباشه یا زیر بار نری و عین سابق رفتار کنی بعد آدما بهت کم محلی کنن و پشت سرت به ریشت بخندن برای اون این اوج زودتر رسیده بود. همین. در نوجوانیش همه استعدادهای طبیعیش گل کرده بود. به یک شکل انفجاری مثل باقی در فصل بهار. چند سال بعدشم زود پلاسید. پیشخدمت موسفید آمد و سارا سوفله لیمو سفارش داد. برای سوکورو همیشه جالب بود که سارا هیچ وقت از دسر نمیگذشت و در عین حال هیکل قلمیش تکان نمیخورد. سارا گفت فکر کنم کرو بتونه از شیرو چیزای بیشتری بهت بگه. حتی اگه هم جمع پنج نفرتون جمع هماهنگ و بینقصی بوده باز همیشه چیزهایی هست که فقط دخترا حرفشو میزنن. آو هم همینو بهت گفت. حرفی هم که دخترا میزنن از دنیای خودشون بیرون نمیره. گاهی وقتا فقط یه مشت پرت و پلای تند و بیمعناست. ولی رازهایی هم هست که به شدت مراقبیم جایی درز نکنه. مخصوصا برای اینکه به گوش پسرها نرسه. سارا به پیشخدمت که دور ایستاده بود خیره شد. انگار به فهمی نفهمی پشیمان شده باشد که سوفله لیمو سفارش داده. ولی بعد گویا نظرش برگشت و نگاه ماتش را سمت سکرو چرخاند. پرسید شما ستا پسرم حرفای محرمانه این شکلی داشتین؟ سکرو گفت تا جایی که یادم میاد نه. پس از چی حرف میزدی؟ سکرو فکر کرد واقعا همان وقتها از چی حرف میزدی؟ ولی یادش نیامد. حتم داشت زیاد حرف میزدند با شور و شوق صاف و پوسکنده حرف دلشان را به هم میگفتند ولی همچنان هیچ چیز هیچ چیز یادش نمی آمد. گفت یادم نیست واقعا. سارا گفت چه عجیب و لبخند زد. سکرو گفت ما آینده باید بتونم مرخصی بگیرم. فکر می کنم اون موقع برم فنلاند. با رئیسم حرفش رو زدم و برای مرخصی مشکلی ندارم. خوبه. تاریخش رو که مشخص کردی من میتونم برنامه سفرت رو ردیف کنم. بلیت هواپیما و رزرو هتل و اینجور چیزا. لطف میکنی. ممنون. سارا لیوان آبش را برداشت و جرعه خورد. به لبه لیوان انگشت کشید. سکرو پرسید. خود تو چه جوری بودی توی دبیرستان؟ من زیاد توفهی نبودم. توی تیم هندبال بازی می کردم. خوشکل نبودم. نمره ها معمولی بود. الان مطمئنی که شکست نفسی نمی کنی؟ سارا خندید. شکست نفسی فضیلت فوقلادهیه ولی به من نمیاد. راست میگم اصلا تحفه ای نبودم. فکر کنم کلا با نظام آموزشی جذب و جفت نشده بودم. هیچ وقت نه نور چشمی معلمان بودم نه هیچ شاگرد سال پایینی من و دختر خیلی باحالی میدید. اثری از هیچ جور دوست پسریم نبود. صورتم هم پر جوش بود. هرچی سیدی گروه وام را هم که فکرش رو بکنی جمع کرده بودم. زیرپوش های سفید بیمزدهی رو که مامانم برام می خرید می البته یکی دو تا دوست خوبم داشتم. دوتا اندازه شما پنجتا صمیمی نبودیم ولی دوستای خوبی بودیم و هر چیزی رو به هم می گفتیم. اونا کمکم کردن که اون سالای حوصله سربر نوجوانی رو رد کنم. هنوزم می بینیشون؟ آره؟ هنوز دوستای خوبی هستیم. جفتشون ازدواج کردن و بچه دارن. برای همین زیاد همدیگر رو نمی بینیم ولی هر چند وقت دور هم جمع میشیم. شام میخوریم و سه ساعت یک نفس حرف میزنیم. همه چی به هم میگیم. پیشخدمت خدمت سوفله لیمو و اسپرسو را آورد. سارا بی رفت سراغش. ظاهرا سوفله لیمو دست آخر انتخاب درستی بود. نگاه سکرو میان سارا که دهانش می جنبید و بخاری که از اسپرسو بلند بود میرفت و میآمد. سارا پرسید: الان دوستی داری؟ نه، کسی که بشه بهش گفت دوست؟ نه؟ فقط به همان چهارتا تا در آن روزهای ناگویا میشد گفت دوست. بعدش هم هر چند کوتاه هایدا چیزی شده بود نزدیک به دوست. ولی دیگر کسی نبود. بدون دوست احساس تنهایی نمی کنی؟ نمیدونم. حتی اگه داشتمم باز فکر نمی کنم میتونستم راحت حرفم و بزنم و باهاش راز در میون بذارم. سارا خندید. این برای زنا واجبه. گرچه راز گفتن به هم فقط یکی از کارکردهای دوسته. یکم از این سوفله میخوای؟ خوشمزه است. نه. همشو بخور. سارا به دقت آخرین برش سوفله را خورد. بعد چنگالش را گذاشت لبها را با دستمالش پاک کرد و انگار رفت توی فکر بعد از لحظه ای سرش را بالا آورد و از آن سر میز یک راست به چشمهای سکر را نگاه کرد. بعد از اینجا میتونیم بریم خونت؟ حتما به پیشخدمت اشاره کرد که صورت حساب را بیاورد. سکورو پرسید تیم هندبال؟ سارا گفت نپرس در آپارتمانش همدیگر را بغل کردند سکرو سر از پا نمی شناخت از اینکه باز می توانست با او باشد که سارا دوباره این فرصت را به او داده روی کاناپه همدیگر را نوازش کردند سارا پیراهن سبز نعنایی با تور نازک مشکی پوشیده بود. سکرو پرسید اینا رو هم مامانت برات خریده؟ سارا خندید خل خودم خریدم انگار حتما لازم سوال کنی. سارا دست دراز کرد و جلو آمد ولی سکرو کمی بعدتر ناتوان شد. به عمرش اولین بار بود که این اتفاق برایش میافتاد گیج شد دور همه چیز در سکوت عجیبی فرو رفت سکوتی محض در گوشهایش فقط صدای تاپ تاپ قلبش بود سارا گفت نزار تو اذیت کنه و نوازشش کرد فقط بغلم کن. خوبه. نگران هیچی نباش. نمیفهمم این روزا همه فکر و ذکرم تو بودی. شاید زیادی منتظرم بودی. البته من خوشحالم که اینجوری به من فکر کردی. مدتی گذشت. سرانجام وقتش شد که سارا به خانه برود. در سکوت لباس پوشیدند. سکرو او را پیاده تا ایستگاه رساند. همانطور که راه می رفتند، سکرو از اینکه اوزا درست پیش نرفت، معذرت خواست. سارا با ملایمت به او گفت، واقعا مهم نیست، پس اصلا دلیلی برای نگرانی نیست. سارا دستش را گرفت، دست سارا کوچک بود و گرم. سکر و حس کرد باید چیزی بگوید ولی حرفی از دهانش بیرون نمی آمد. فقط همچنان دست سارا را در دستش نگه داشته بود و حسش می کرد. سارا گفت فکر کنم چیزی هست که هنوز تو رو می خوره. برگشتن به ناگویا بعد از سالها، دیدن دوستهای قدیمیت و حرف زدن باهاشون این همه خبر رو یک جا شنیدن همه اینا حتما تکونت داده بیشتر از اینکه خودت بدونی تکونت داده سارا بی راه هم نمی گفت سکرو واقعا گیج و منگ شده بود دری که آن همه مدت بسته بود باز شده بود و واقعیتی که سکرو تا الان از آن رو بود واقعیتی که اصلا انتظارش را نداشت به تندی برگشته بود تو و حالا همه اینها توی ذهنش قرقاتی شده بود و زیر و رو می و نمی توانست آرام بگیرد. سارا گفت هنوز یه چیزی توی تو گیر کرده. یه چیزی که نمیتونی قبولش کنی. جلوی جریان طبیعی احساساتت رو گرفته. من یه همچین حسی دربارت دارم. سکرو به حرف سارا فکر کرد. میخوای بگی که با سفر به ناگویا جواب همه سوال هام رو نگرفتم؟ آره یه چیزی تو همین مایه ها. فقط دارم نظرم و میگم. قیافه سارا جدی شد. بعد گفت حالا که یه چیزایی برات روشن شده ممکنه تأثیر برعکس گذاشته باشه. یعنی قطعه های گم شده رو برات مهمترم کرده باشه. رو آه کشید. نمیدونم. اصلا آیا واقعا باید دری رو که هیچ وقت نباید نزدیکش میرفتم باز میکردم؟ سارا گفت موقتی آره شاید نزدیکش نمیرفتی. الانم ممکنه تا مدتی کمی واکنشت منفی باشه. ولی دست کم به حلش نزدیکتر شدی. مهم همینه ادامه بده یه کم دیگه برو جلو. مطمئن نم هایی رو که خوب توی جاهای خالی میشینه پیدا میکنی. ولی سارا شاید خیلی طول بکشه. سارا دست او را محکم گرفت. سکرو از فشار دست سارا یکه خورد. عجله برای چی؟ سر فرصت پیش برو. از همه بیشتر فقط میخوام بدونم که آیا تو با من رابطه بلند مدت میخوای یا نه؟ پس چی که میخوام؟ دلم میخواد همیشه با تو باشم. واقعا؟ سکرو محکم گفت واقعاً. پس من مشکلی ندارم. ما هنوز وقت داریم. منم صبر می کنم. توی این مدت منم چند تا چیز هست که باید بهشون برسم. بهشون برسی؟ سارا جواب نداد و در عوض لبخندی مرموز تحویلش داد. دلم میخواد همین که امکانش برات جور شد بری فندلاند کرو رو ببینی. و دقیقا چیزی رو که توی قلبت هست بهش بگی مطمئنم که یه چیز مهم بهت میگه یه چیز خیلی مهم یه چیزی ته دلم میگه اینجوری میشه سوکورو از ایستگاه قطار تنها به خانه برمیگشت و گرفتار افکاری پراکنده بود. حالی غریب داشت. انگار زمان در یک نقطه بخصوص دو شاخه شده بود به شیرو به هایدا به سارا فکر کرد گذشته و حال خاطره و احساسات مثل چیزهایی همسان پهلو به پهلوی هم میتاختند فکر کرد شاید واقعا ایرادی دارم. شاید واقعا ته وجودم یک موجود شیاد منحرف خوابیده. شاید شیرو راست می گفت که در وجودم یک شخصیت زواردر در رفته است. مثل نیمه پشت ماه که همیشه توی تاریکی پنهان شده. شاید بی این که خبر داشت در جای دیگر و زمانی دیگر واقعا به شیرو دست رازی کرده بود و قلبش را چاک چاک کرده بود با خشونت وحشیانه شاید آن چهره سیاه پنهان یک روز چهره بیرونیش را هم پس بزند و به کلی از پادرش آورد. چراغ آبر پیاده قرمز بود ولی سکرو داشت از خیابان رد می شود. راننده یک تاکسی کوبید روی ترمز و بلند بلند فوشهای رکیک نسارش کرد. در خانه لباس خواب پوشید و پیش از نیمه شب به تخت خواب رفت. درست در همین لحظه انگار که بالاخره یادش بیاید حالی به حالی شد. در تاریکی از تنز ماجرا آهی عمیق کشید. از تخت بیرون رفت چراغ را روشن کرد یک بطری ویسکی کاتی سارگ از قفسه درآورد و کمی توی لیوان کوچک ریخت کتابی باز کرد ساعت از یک صبح گذشته بود که ناگهان باران و بوران شد کم و بیش طوفان قطره درشت کجکی به پنجره میکوبید سکرو ناگهان فکر کرد از قرار معلوم من همین جا به شیر و دست درازی کردم چیز خورش کردم کره خش کردم لباسهایش را پاره کردم و خود را به زور به او تحمیل کردم درد شدیدی داشته و همه چیز با این اتفاق زیر و زبر شده شانزده سال پیش به کوبیدن باران به شیشه ها گوش می کرد و این فکرها در سرش میچرخید و اتاق کم کم شبیه جایی بیگانه میشد انگار اتاق از خودش اراده پیدا کرده باشد. حالا دیگر صرف بودن در آنجا هر جور توانایی تشخیص واقعیت از مجاز را تحلیل می برد. در مرتبه ای از واقعیت او هرگز دستش به شیر نخورده بود و در مرتبه ای دیگر وحشیانه به او تعرض کرده بود. اکنون به کدام واقعیت پا گذاشته بود. هرچه بیشتر فکر می کرد نامطمئن تر می شود. ساعت دو و نیم بود که سرانجام خوابش برد. سکرو آخر هفته ها به استخر باشگاه می رفت. با دوچرخه از آپارتمانش ده دقیقه راه بود. همیشه با سرعتی مشخص کرال می رفت. 1500 متر را در سی و دو سه دقیقه تمام می کرد. اجازه میداد شناگرهای سریعتر از او جلو بزنند رقابت با آدمها خصلتش نبود مثل همیشه امروز هم شناگری را دید که کم و بیش هم سرعتش بود و در مسیر او شنا می کرد. جوانی بود لاغر و مایوی شنای سیاه مسابقه تنش بود با کلاه سیاه و عینک شنا خستگی جمع شده سکرو را در می کرد و عضلات گرفتهاش را شل بودن در آب بیش از هر جای دیگری آرامش می کرد. نیم ساعت شنای هفته‌ای دو بار به او اجازه می‌داد بین ذهن و تنش تعادل مطمئنی حفظ کند آب را جایی عالی برای فکر کردن می‌دید در نظرش یک جور مدیتیشن بود وقتی ریتم شنا دستش می آمد فکرها رها و بیمهار سراغش می آمدند مثل سگی که در زمینی باز ولش کنند. یک بار برای سارا توضیح داده بود که شنا حال فوقلادهی داره. تقریبا به خوبی پرواز توی هواست. سارا پرسیده بود مگه تا حالا پرواز کردی؟ سکرو گفته بود نه هنوز. امروز صبح همانطور که شنا می کرد به سارا فکر کرد. صورت سارا جلوی چشمش آمد. یاد خیلی از حرفهای سارا افتاد سارا گفته بود هنوز یک چیزی توی تو گیر کرده جلوی جریان طبیعی احساساتت را گرفته. سکرو فکر کرد شاید سارا درست میگوید. گوید. زندگی سکرو تازاکی دست کم در ظاهر خوب پیش می رفت. مشکل عمده قابل ذکری نداشت. از دانشکده مهندسی معروفی مدرک گرفته بود. در یک شرکت راهن به عنوان کارشناس حرفه استخدام شده بود. در این شرکت اعتبار خوبی پیدا کرده بود و رئیسش هم به او اعتماد داشت. نگرانی مالی نداشت. پدرش که مرد سکر و پول خوبی به ارث برد با آپارتمان تک خوابه خوشمحلی در قلب توکیو. قرض و بدهی نداشت. به ندرت مشروب میخورد سیگار نمیکشید و تفریحات پرخرجی نداشت کم خرج میکرد نه اینکه عمدن صرف جویی کند یا ریاضت بکشد صرفا راهی برای خرج کردن به فکرش نمی رسید ماشین لازم نداشت و کارش با کمد نچندان بزرگ لباسهایش راه میافتاد هر سیدی و کتابی میخرید، ولی اینها هم پولی نمیشد. ترجیح میداد خودش غذا بپزد تا بیرون غذا بخورد. حتی ملافه هایش را هم خودش می شست و اوتو می عموماً آدم ساکتی بود. چندان اجتماعی نبود. نه اینکه خیلی هم تنها باشد. با دیگران کنار می آمد. تنهایی نمی رفت بیرون که دنبال زنها بگردد ولی کم بود دوست دختر هم نداشت. مجرد بود. بعد قیافه نبود. تودار بود سر و صورت تمیز و مرتبی داشت و اغلب خود زنها به او نزدیک می شدند. غیر از این دوست و آشناها هم به زنهای مختلف معرفیش می کردند. با سارا هم همینطوری آشنا شده بود. به نظر می رسید که در سی و شش سالگی از زندگی مجردی بی دقدقی لذت می برد. سالم بود، مراقب وزنش بود و هیچ وقت مریض نشده بود. بیشتر آدم ها زندگیش را روی قلتک می دانستند و هیچ مانعی برای پیشرفتش نمی دیدند. مادرش و خواهرهای بزرگترش که قطعا همینطور فکر می کردند. به سکرو می گفتند مثل اینکه مجردی خیلی بهت ساخته. همینه که دلت نمیخواد زن بگیری. آخر سر هم کوتاه آمدند و دیگر برایش دنبال کسی نگشتند. همکارانش هم گویا به همین نتیجه رسیدند. سکرو هیچ وقت چیزی در زندگی کم نداشت یا هیچ وقت رنجی از این بابت نکشیده بود که چیزی بخواهد و نتواند مال خود کند برای همین بود که هیچ وقت لذت آرزومندی واقعی چیزی و تقلا برای به دست آوردنش را نچشیده بود چهار دوست دبیرستانش شاید ارزشمندترین چیزهایی بودند که در زندگی داشته بود. این رابطه به انتخاب خودش شکل نگرفته بود و بیشتر شبیه چیزی بود که به صورتی طبیعی سر راهش قرار گرفته باشد. مثل موهبتی الهی. و سالها پیش هم باز نه به انتخاب خودش پاک از دستش داده بود یا به عبارت بهتر از این موهبت محروم شده بود حالا سارا از انگشت شمار چیزهایی بود که سکرو آرزومندشان بود از این بابت صد درصد مطمئن نبود ولی سخت مجذوب سارا بود و هر بار میدیدش این اشتیاق شعله ورتر میشد برای داشتنش حاضر بود از خودش بگذرد چنین شور و حال تند خام و سریحی برایش غیر عادی بود. با این همه وقتی خواسته بود با او باشد نمیدانست چرا ولی نتوانسته بود چیزی جلوی میلش را گرفته بود سارا گفته بود عجله نکن من میتونم سب کنم ولی به این سادگی ها نبود آدم ها مدام در حرکتند هیچ وقت ساکن نمیمانند و هیچ کس نمیداند بعدش چه می شود؟ در استخر 25 متری شنا می کرد و این فکرها در سرش چرخ می خورد. سرعت ثابتی را حفظ می کرد تا نفس کم نیاورد. سرش را کمی به یک طرف می گرداند و نفس کوتاهی می گرفت. بعد زیر آب آهسته نفسش را بیرون می داد. هر قطر بیشتر شنا می کرد این چرخه خود به خود تر می شد. تعداد دست و پایی که برای هر طول لازم داشت یکی بود. خودش را به ریتم می سپرد و فقط تعداد برگشت ها را می شمرد. ناگهان متوجه شد کف پاهای شناگر هم مسیرش را میشناسد. دقیقا شبیه کف پاهای هایدا بود. سکرو آب دهانش را قورت داد، آب توی دماغش رفت و ریتم شنایش به هم خورد. قلبش در قفسه سینه به تاب تاب افتاد و مدتی طول کشید تا نفسش سر جا بیاید. فکر کرد باید کف پاهای هایدا باشد. اندازه و شکل پاها مو نمیزد همان پازدنهای ساده و مطمئن حتی حباب هایی که این شناگر با پا زدن زیر آب درست می کرد همان بود حباب های ریز و نرم سبک مثل پا آن وقتها که در استخر کالج با هایدا شنا می کرد همیشه چشمش را به کف پاهای هایدا می دوخت. مثل آدمی که در شب رانندگی کند و از چراغهای عقب ماشین جلویی چشم بر ندارد. آن پاها در خاطرش حک شده بود. سکرو شنا را ول کرد. از استخر بیرون رفت و روی سکوی شیرجه نشست منتظر که شناگر ته استخر به چرخد و برگردد ولی هایدا نبود کلاه و عینک اجزای صورتش را پوشانده بود ولی سکر و حالا میدید که او قد بلندتر است و شانههایش ازولانیتر شکل گردنش هم به کلی فرق میکرد خیلی هم کم سن و سالتر بود شاید هنوز کالج میرفت الان هایدا لابد سی و چار پنج ساله بود قلب سوکورو آرام نمی گرفت حتی حالا که فهمیده بود او کس دیگری است روی صندلی پلاستیکی کنار استخر نشست و شنا کردن او را تماشا کرد سبک شنای او شبیه سبک هایدا بود حتی میشد گفت دقیقا شلب شلوپ نمی کرد صدای اضافی در نمی آورد آرنج هایش نرم و زیبا از آب بلند می شد و دست هایش بی صدا در آب فرو می رفت اول از همه هم شست هایش نرم و بی فشا. به نظر می رسید حفظ آرامشی درونی در اون مایه اصلی سبک شنا کردنش است. با این حال هر قطر هم شنایش شبیه هایدا بود اما هایدا نبود. بالاخره شنایش تمام شد. از سخت بیرون آمد عینک و کلاه مشکیش را به زحمت از سرش بیرون کشید و همچنان که تند و با قدرت موهای کوتاهش را با حوله میمالید بیرون رفت. صورتش استخانی بود. شباهتی به صورت هایدا نداشت. سکرو هم فکر کرد شنا دیگر بس است. به رختکن رفت و دوش گرفت. با دوچرخه به خانهش برگشت. صبحانه ساده ای خورد. در حال خوردن صبحانه فکری تکانش داد. هایدا هم یکی از چیزهایی است که صد درونم شده. بی درد سر برای سفر به فندلاند مرخصی گرفت. مرخصی های نرفتش روی هم جمع شده بود. مثل برف های یخ زده روی بام. رئیسش فقط پرسیده بود فندلاند و نگاه مشکوکی به او انداخته بود. سکرو توضیح داده بود که یکی از دوستان دوره دبیرستانش فندلاند زندگی می کند و می خواهد به او سر بزند. میدانست که در آینده فرصت چندانی برای رفتن به فندلاند دست نخواهد داد. رئیسش پرسیده بود فندلاند چی داره؟ ژان سیبلیوس آهنگساز فیلم های آکی کوریس ماکی، ماریمکو نوکیا مومین تسوروکی هر اسم معروف فندلاندی را که به فکرش می رسید ردیف کرد. رئیسش که پیدا بود هیچ کدام اینها برایش اهمیت ندارد سرتکان داد. سکو رو به سارا زنگ زد. روز سفرش را قطعی کرد و برنامه سفر را با هم ریختند. پرواز بدون توقف رفت و برگشت. ناریتا، هلسینکی، ناریتا. تا دو هفته دیگر از توکیو میرفت چهار شب در هلسینکی می ماند و بعد به توکیو برمیگشت. سارا پرسید: میخوای قبلش با کورو تماس بگیری؟ نه. کاری رو که توی ناگویا کردم میکنم بهش خبر نمیدم. اما فندلاند خیلی دورتر از ناگویاست. سفرت خیلی طول میکشه. یه وقتی دیدی تا اونجا رفتی و یهو فهمیدی کرو سه روز قبلش برای تعطیلات تابستونی رفته. اگه اینجوری بشه هم مشکلی نیست. کمی فنلاند رو سیاحت میکنم و برمیگردم. سارا گفت اگه مشکلی نداری که خب باشه ولی چون این همه راه داری میری دلت نمیخواد چند جای دیگر رو هم ببینی؟ تالین سن پترزبورگ نزدیکشه. نه همون فندلاند بسه. از توکیو پرواز میکنم هلسینکی چهار شب میمونم و برمیگردم. گذرنامه که داری؟ موقع استخدام به ما گفتن حواسمون به تمدیدش باشه که اگه سفر خارجی لازم شد مشکلی نداشته باشی. البته هیچ وقت پیش نیومده که ازش استفاده کنم. توی هلسینکی کارت با زبون انگلیسی را میفته. ولی اگه از شهر خارج بشی زیاد بابتش مطمئن نیستم. شرکت ما یه دفتر کوچیک توی هلسینکی داره. یه جور شعبه فرعی. من باهاشون تماس میگیرم و بهشون خبر میدم که تو میری که اگه یه وقت به مشکلی برخوردی بتونی بری پیششون. یه دختر فندلاندی به اسم اولگا اونجا کار میکنه که حتم دارم میتونه کمکت کنه. ممنونم. من پس فردا برای یه سفر کاری باید برم لندن. بلیت هواپیما و هتل رو که رزرو کردم اطلاعاتش رو برات ایمیل می کنم. با آدرس و شماره تلفن دفتر هلسینکی. خوبه. راستی راستی بی این که با کورو تماس بگیری این همه راه تا هلسینکی میری که ببینیش؟ این همه راه تا اونور مدار قطب شمال؟ خیلی عجیبه آره من میگم خیلی دل میخواد احساس میکنم اینطوری بهتر جواب میده البته فقط یه حس شهودیه پس امیدوارم موفق باشی میتونم قبل از رفتنت یه بار دیگه ببینمت من اول هفته دیگه از لندن برمیگردم معلومه منم دوست دارم ببینمت ولی فکر کنم اگه اول برم فنلاند بهتره. اینو هم همون حست بهت گفت؟ فکر کنم. یه چیزی تو همین مایه ها. تو به حسات زیاد تکیه می کنی؟ راستش نه خیلی کم پیش اومده بود که بر اساسش کاری بکنم تا الان درست همون جور که ایستگاه راهن و روی حدس و گمان نمی سازن. میخوام بگم من حتی نمیدونم حس شهودی اصلا عبارت به جایی هست یا نه. بیشتر یه حس ناگهانیه که به هم دست داده. در هر صورت این بار حس کردی بهترین کاره نه؟ حالا چه شهودی باشه چه نباشه؟ چند روز پیش که داشتم توی استخر شنا می کردم به همه چیز فکر می کردم. به تو، به هلسینکی نمیدونم چطور بگم برگشتن به اینکه ببینم دل و حسم چی میگه شاید مثل شنا کردن خلاف جریان آب باشه وقت شنا فکرم خوب کار میکنه سارا کمی مکس کرد انگار تحت تاثیر قرار گرفته باشد گفت مثل ماهی آزاد از ماهی آزاد چیز زیادی نمیدونم. سارا گفت ماهی آزاد سفرهای طولانی میکنه. یه چیزی بهش انگیزه میده. جنگ ستارگان رو دیدی؟ تو بچگی. نیرو با تو باد. پس مواظب باش از ماهی های آزاد کم نیاری. ممنون از هلسینکی که برگشتم تماس میگیرم. منتظر میمونم. سارا قطع کرد. ولی ماجرا اینطور پیش رفت که چند روز پیش از اینکه سوار هواپیمای هلسینکی بشود تصادفاً سارا را دید. هرچند سارا روحش هم خبردار نشد. آن شب سکرو به آویاما رفته بود که برای کورو هدیه بخرد. خرت های تزئینی برای خودش با چند جلد کتاب مصور ژاپنی برای بچه هایش. در یکی از خیابان های فرعی بولوار آویاما فروشگاه خوبی برای این جور هدیه ها بود. سوکورو بعد از یک ساعت کمتر و بیشتر چرخ زدن و خرید کردن دید بدش نمی آید استراحتی کند. وارد کافه شد. روی صندلی کنار پنجره قدی بزرگ رو به بلوار نشست. قهوه و ساندیویچ سالاد تون سفارش داد و تکیه داد که منظره بیرون را تماشا کند. خیابان در نور پیش از غروب غرق شده بود. بیشتر آبرها جفت بودند با قیافه های خیلی سرخوش و سرحال. انگار راهی مقصدی ویژه باشند که چیزی خوشایند در آنجا انتظارشان را میکشد ذهن سکورو با تماشای این صحنه ساکنتر و بیدقدقه تر شد حالی آرام مثل درختی یخ زده در شبی زمستانی و بدون باد ولی درد مختصری هم قاطیش سکرو در این سالها کم کم به این تصویر ذهنی عادت کرده بود. آنقدر که دیگر برایش چندان دردناک نبود. با این حال این فکر که چه خوب میشد اگر سارا پیشش بود رهایش نمیکرد، ولی کاری از دستش بر نمی آمد. چون خودش پیشنهاد سارا را رد کرده بود. همین را خواسته بود. در این شب مفرح تابستانی شاخه های بیبرگ خودش را منجمد کرده بود. آیا کار درستی بود؟ سکرو اصلا مطمئن نبود. آیا واقعا می توانست به شهودش تکیه کند؟ شاید این نه شهود بود نه هیچ چیزی شبیهش شاید صرفا فکری گذرا و بیپایه بود سارا گفته بود نیرو با تو باد سکرو مدتی به ماهی های آزاد فکر کرد و سفرهای دور و درازشان از وسط دریاهای تاریک پی غریزه یا شهود درست در همین لحظه بود که سارا از جلویش رد شد. همان پیراهن آستین کوتاه سبز نعنایی آن روزش را به تن داشت با کفش های پاشن بلند قهوه‌ای روشن و سرپایینی ملایم بلوار آویاما را به سمت جینگ و مای پایین می‌رفت. سکرو نفسش را حبس کرد. و خلاف میلش اخمهایش توی هم رفت. باورش نمیشد چیزی که میدید واقعی باشد. تا چند لحظه همه چیز جوری بود انگار ذهن منزوی سکرو این توهم شفاف را خلق کرده. ولی شک نبود این سارا سارای واقعی زنده بود. سکرو ناخداگاه از جا جست و تقریبا داشت میرفت توی شکم میز قهوهش ریخت توی نلبکی تند برگشت و سر جایش نشست کنار سارا مردی میان سال بود تنومند با قد متوسط کت تیر رنگ پیراهن آبی و کراوات سرمهی با خال خال ریز. موهای مرتب یک پرده جوگندمی پنجاه و یکی دو ساله میزد خوش قیافه بود با اینکه چانه ای داشت تا حدی نکتیز در قیافش یک جور اعتماد به نفس خاموش و بی تکلف بود که برخی از مردها در این سن و سال از خود بروز می دهند. سارا با او دست در دست هم خوشحال در خیابان پایین می رفت. سکرو از پشت پنجره بزرگ کافه تماشایشان کرد. با دهان باز مثل کسی که حرفی نوک زبانش بیاید و در لحظه از چنگش برود. آهسته از جلوی سکرو رد شدند. ولی سارا بر نگشت به سمت او نگاه کند. قرق صحبت با مرد بود و حواسش به دور و بر نبود مرد چیزی میگفت و سارا میخندید دندانهای سفید سارا خوب پیدا بود سارا و مرد لابلای جمعیت شبانگاهی گم شدند سکرو همچنان به سمتی که در آن ناپدید شده بودند خیره مانده بود به این امید ناچیز که سارا برگردد که شاید متوجه شده باشد او آنجاست و برگردد که توضیح بدهد ولی خبری از او نشد آدم های دیگر با قیافه ها و ریخت های جور و جور یکی پس از دیگری از برابرش گذشتند. سکرو سندلیش را جابجا جا کرد و کمی آب خونک خورد. حالا فقط اندوه به جا مانده بود. سمت چپ سینش دردی نفسگیر تیر می کشید. انگار چاقو خورده باشد. انگار خون داشت فوران می زد. به احتمال زیاد خون بود. مدت بود چنین دردی حس نکرده بود از بعد تابستان سال دومش در کالج بعد وقتی که دوستانش او را کنار گذاشتند چشم ها را بست و انگار که در آب شناور باشد در این دنیای درد قوته خورد با این حال فکر کرد توانایی فهمیدن درد چیز خوبی است. درد سر واقعی وقتی است که دیگر درد را هم نفهمی. در عمق گوش‌هایش صداها با هم قاطی شد و تبدیل شد به پارازیتی گوش خراش و وحشتناک. از آن صداها که فقط در سنگین ترین سکوت شنیده می شوند. صدایی که از بیرون نمی آید بلکه سکوتی است که از اندامهای درونی خودت پا می هرکس هر کس صدای خاص خودش را دارد که با آن زندگی می کند. با این همه آدم به ندرت فرصت می کند راستی راستی بشنودش. وقتی دوباره چشمها را باز کرد انگار دنیا عوض شده بود. میز پلاستیکی، فنجان سفید ساده قهوه، ساندیویچ نیم خورده، ساعت قدیمی کوکیش روی مچ چپ که یادگاری پدرش بود. روزنامه اصر که داشت میخواند ردیف درخت های خیابان، ویترین فروشگاه روبرو رو که هرچه شبتر میشد روشنتر میشد، همه و همه بیشکل شده بودند. همه چیز مبهم بود. بیعمق. با ابعادی نامربوط و ناجور نفس عمیق کشید دوباره و چند باره و سرانجام کم کم آرام گرفت دردی که در قلبش حس کرده بود در حسادت ریشه نداشت میدانست حسادت چه است زمانی خیلی واضح تجربهش کرده بود در خوابی که دیده بود و آن حال هنوز هم با او بود. میدانست چقدر ممکن است خفقان آور باشد و بی علاج ولی درد حالا فرق داشت حالا فقط اندوه بود انگار ته چاه سیاه عمیقی افتاده باشد فقط همین اندوه همین و درد ساده‌ای در تنش و راستش این درد را آرامش بخش دید. چیزی که بیش از همه او را آزرده بود این نبود که سارا دست در دست مرد دیگری در خیابان راه می رو. البته که تصور بودن سارا با کسی دیگر برایش دردناک بود سخت تقلا کرد این تصویر ذهنی را از سرش پاک کند ولی سارا 38 سالش بود زنی بود مستقل و مجرد و آزاد زندگی خودش را داشت درست مثل سوکرو این حق را داشت که با هر که میخواست باشد هر جا که میخواست باشد هر کار که میخواست بکند ولی آنچه واقعا سکرو را تکان داده بود این بود که سارا را سرخوش و شاد دیده بود وقت حرف زدن با آن مرد گل از گلش شکفته بود وقتهایی که با سکرو بود هیچ وقت اینجور رها و بی دغدغه احساساتش را بروز نداده بود حتی یک بار با او که بود همیشه قیافه خونسرد و خوددارش را حفظ می کرد بیش از هر چیز دیگری همین بود که قلب سکرو را به درد می آبر. وقتی به آپارتمانش برگشت برای سفر فندلاند آماده شد. سرگرم کردن خودش حواسش را پرت می کرد. گرچه چمدان بزرگی هم نباید میبست فقط به اندازه چند روز لباس یک کیسه کوچک اسباب حمام چند جلد کتاب که در هواپیما بخواند مایو و عینک شنا که هیچ وقت بدون آنها جایی نمی رفت و یک چتر تاشو همه چیز در یک ساک دوشی به خوبی جا شد حتی دوربین عکاسی هم نمی برد عکس میخواست چه کار چیزی که دنبالش بود یک آدم واقعی بود و حرفهای واقعی ساکش را که بست بعد سالها برای اولین بار سراغ سالهای زیارت رفت. پاکت سه صفحه اجرای لازار برمان را برداشت. همان پاکتی که هایدا پانزده سال پیش گذاشته بود. هنوز گرامافون قدیمی را نگه داشته بود محض گذاشتن همین صفحه ها اولین صفحه را گذاشت طرف ب رو به روبه بالا و سوزن را پایین آورد سال اول سوئیس روی کاناپه نشست چشم را بست و دل به موسیقی سپرد لوملدو پی هشتمین قطعه این سویت بود اولین قطعه طرف به معمولا با این قطعه شروع می کرد و گوش می کرد تا به قطعه چهار روم در سال دوم ایتالیا قزل چهل و هفت می رسید. اینجا آخر طرف ب بود و سوزن خود به خود از روی صفحه بلند می شد. پی موسیقی آرام و صدا زده به تدریج به اندوهی تعریف ناپذیر شکل داد که قلبش را در بر گرفته بود انگار گرده های میکروسکوپی بیشماری به موجودی نامرئی و پنهان در هوا بچسبند تا سرانجام آهسته و بی به آن شکل بدهند و مرئیش کنند. این بار این موجود به شکل سارا درآمده بود سارا با پیراهن نعنایی آستین کوتاهش درد قلبش برگشت دردی شدید نبود خاطره دردی شدید بود سکورا از خودش پرسید انتظار داشتی چی؟ ظرف اساسا خالی دوباره خالی شده گل از کی داری آدم ها میآیند سراغت میفهمند چقدر خالیست است بعد میگذارند و میروند چیزی که جا می ماند یک سکروی خالی و بلکه خالی تر است تنهای تنها جز این است با این حال گاهی وقتها یادگاری های کوچکی هم جا می گذاشتند. مثل هایدا و صفحه های سال های زیارت. شاید هایدا فراموش نکرده بود و آنها را عمدن در آپارتمان سکرو جا گذاشته بود. سکرو این موسیقی را دوست داشت چون او را به هایدا وصل می کرد و به شیرو. رگی بود که این سه آدم پخش و پلا را به هم می رسند. رگی نازک ولی رگی که هنوز خون زنده سرخ در آن جاری بود کار موسیقی بود این قدرت موسیقی بود هر وقت به آن گوش میداد به خصوص به لوملد و پی خاطرات زنده آن دو غرقش می کرد. گاهی حتی می دید انگار درست کنار اویند بی صدا نفس می کشند. یک جا هر دو از زندگیش ناپدید شده بودند. ناگهان بی خبر, کمتر گذاشته بودند رفته بودند و بیشتر به عمد کنارش گذاشته بودند تنهایش گذاشته بودند البته که عمیقا رنجانده بودنش و زخم این رنجش تا امروز هم باقی بود ولی در انتهای کار آیا همان دوتا نبودند همان شیرو و هایدا که به معنای واقعی کلمه خودشان زخم خورده یا مجروح شده بودند تازگی ها مدتی بود که این دیدگاه در ذهنش نشسته بود فکر کرد شاید من راستی راستی هم چیزی نیستم جز آدمی تو خالی و بی اهمیت. ولی شاید دقیقا چون توی من هیچ چیزی نبوده این آدمها شده حتی برای مدتی کوتاه جایی را در آن پیدا کرده بودند که بهش احساس تعلق کنند. مثل شب پرهی که دنبال جای امنی برای استراحت به اتاق خالی زیر شیروانی پناه میبرد. پرندهها این جای خالی کم نور و ساکت را دوست دارند. اگر اینطوری بود پس شاید او هم باید خوشحال می بود از اینکه تو خالی است. آخرین قطعه قزل چهل و هفت هم در هوا ناپدید شد. صفحه به آخر رسید و سوزن خود به خود بالا رفت. کنار رفت و برگشت سر جادستی. سکرو سوزن را باز گذاشت اول روی به. سوزن آهست شیارهای صفحه را دنبال کرد و یک بار دیگر لازار برمان شروع به نواختن کرد به زیبایی به زرافتی تام و تمام سکرو دوباره از اول تا آخر صفحه را گوش کرد بعد لباس خواب پوشید و به رخت خواب رفت چراغ پاتختی را خاموش کرد و بار دیگر خود را سپاسگزار دید که آنچه قلبش را در بر گرفته اندوهی عمیق است و نه قید و بند حسادتی آتشی که اگر این جور بود باید از یک لحظه پلک روی هم گذاشتن هم امید میبرید بالاخره خواب آمد و او را در بر گرفت برای لحظاتی زود گذر نرمی آشنای خواب را در سراسر بدنش چشید. این هم از معدود چیزهایی بود که سکرو آن شب بابتش سپاس گذار بود. نیمه های شب در خواب شنید که پرنده ها می خاند.